سوزاک بود. شکستگی لزوماً پایان هر شیشه نیست. هنرمند سوئیسی سیمون برگر نشان می‌دهد که حتی بعد از تخریب کار شیشه تمام نشده است. او بدون رنگ و کاغذ با خرد کردن شیشه و ایجاد ترک پورتره طراحی می‌کند. هنرمندان معاصر مدت هاست که از تکنیک های هنر سنتی و متعارف فراتر رفتند. امروزه هر چیزی می‌تواند جای رنگ و بوم نقاشی را بگیرد. با این حال سیمون برگر را به سختی میتوان یک هنرمند معمولی نامید، چون او میتواند هنرش را حتی روی اشیاء شکسته و تخریب شده نمایش دهد. شیشه خیلی کاربردیه، چون میشه اون طرفش رو هم دید. طرح اولیه رو میندازم، جای سایه نور رو مشخص میکنم و بعد شروع میکنم. همیشه دفعه اول خوب در نمیاد. بعضی وقتها دو بار یا ده بار باید تکرار کنم تا از نتیجه راضی باشم. برگر زمانی نجار بود. بعد به هنر علاقه‌مند شد و آثار چوبی پرطرفداری تولید کرد. بعدها شیشه را جایگزین چوب کرد. برگر از قاب شیشه به عنوان بوم استفاده می کند و به جای رنگ با چکش و مغار به شیشه ضربه می زند تا ترک های ریز و درشتی ایجاد کند. شیشه لامینیت از دو لایه شیشه درست شده که بینشون ورق پلاستیک قرار داره. بنابراین وقتی بهش ضربه میزنم هزار تیکه نمیشه. برگر میگوید تکنیکی که انتخاب کرده است در دنیای هنر منحصر به فرد و جدید است. موضوع مورد علاقه او صورت انسان است. به گفته او پیدا کردن چهره انسان در بین ترک های یک ویترین مغازه مردم را جذب می کند. برای هنر دوره سختیه. حتی کارهایی که معمولاً پرفروش بودن الان بازار خوبی ندارن. کارهای جدید هم کم شدن. ولی اگه بتونم خرجم رو در بیارم، شیشه های بیشتری می خرم که روشون امتحان کنم. آثار پر از جزئیات این هنرمند با استقبال خوبی روبرو شده است. او به تازگی در یک گالری در شهر بازل سوئیس از کارهای جدیدش رونمایی کرده است.